فعلا من فقط این لت و رو انتخاب کردم با مرس های دیگه کاری ندارم این رو هم نمیخوام ریپیر بکنم هرچند اگر برای مثال خودم میخواستم این رو طراحی بکنم امکان داشت که اینجا یکم سرفیس ها یا سطوح رو با هم ترکیب میکردم برها فعلا این قسمت میخوام با همین هندسه جلو برم پس سپیس کلیم رو میبندم وارد نرم افزار فلوئنت میشم خب بعد از تنظیم تصویرم طبیعتا ابتدایی ترین گام برای ما وارد کردن چیامتری به محیط کاریمون هست این پورت رو میزنم خودش مستقیما وارد نرم افزار فلنت مشین خواهد شد منتظر میمونیم تا این بکنه خب همونطور که میبینید به زیبایی هندسمون به صورت کامل بدون مشکل وارد محیط کاریمون شده الان میتونیم روی این کار بکنیم خب ابتدایی ترین گام که پورت بود تموم شد میریم روی لوکال سایزینگ فعلا نمیخوام روی سایز شبکم فعلا نمیخوام کار بکنم این رو پس نو میزنم آپدیت رو میزنم یک مرحله رد میشم سرفیس مش رو همونطور که میبینید یک اندازه ای رو بهش اختصاص داده مینیموم و ماکسیموم اندازه شبکه رو هم خود نرم افزار یک حدی رو براش در نظر گرفته زوم بکنید مینیموم مشخصه ماکسیموم هم مشخصه مینیموم خیلی نظر من ریز هست میتونیم این رو فرزن تا یک میل افزایش بدیم و الان مینیموم رو هم میبینید ماکسیموم رو هم میبینید مینیموم یک میل هست ماکسیموم حدود یک سانت هست شاید یک میل هم حتی بهتر هست یکم بزرگتر باشه حتی اجازه بدید سه میلش بکنیم که شبکه رو بتونه سریعتر ایجاد بکنه در حد سه میل کافی هستش خب سه میل تا حدودا این رو هم اجازه دادیم که در حد یک و خورده یک و هیفته سانت در نظر بگیره ریشو اینا همه به صورت پیشفرز میذارم بمونه خب جنریت سرفیس مش رو میزنم تا شبکه سطحی رو اعمال بکنه و بشینه روی هندسم خب فعلا میبینید هر ناحیه‌ای که اینجا برای ما شبکه تولید کرده شامل ناحیه جامد ما هستش که خود معنی هست فعلا ما ناحیه سیالی نداریم که بتونیم این رو در نرم افزار فلوئند شبیه سازی سیالی بکنیم هرچند به عنوان مثلا یک ناحیه برای شبیه سازی انتقال حرارت همین هم کافی, کافی هستش خب دیسکرایب جیومتری رو باید انتخاب بکنیم این هندسه ای که ما وارد کردیم فقط بخش سالید هست بنابراین باید the geometry consists of only solid regions بمونه به عنوان تنظیممون دقت بکنید چیزی که ما اینجا انتخاب میکنیم در واقع هندسه ای هست که وارد کردیم نه هندسه ای که تو ذهنمون هست به عنوان خروجی این رو حتما در نظر بگیرید الان ما فقط اینجا سالید انتخاب کردیم و وارد کردیم فعلا ناهی سیالی برای این تعریف نشده بنابراین فقط این رو انتخاب میکنیم دقت بکنید اشتباه نکنید که بعضا شاید اشتباه برداشت میشه که اینجا مثلا ما میگیم که هدف شبیه سازیمون چی هستش آیا ما میخوایم فقط سالید داشته باشیم در نهایت یا میخوایم سالید و فلوید رو کنار هم داشته باشیم یا تنها فلوید داشته باشه این نیست منظور منظور این هست که جیامتری که وارد کردید چی داره که برای ما فقط سالید هستش دقت بکنید در جلسه قبلی چون ناهی سیالی رو هم ما طراحی کرده بودیم اونجا انتخاب کردیم که سالید هم داریم فلوید هم داریم ولی اینجا فقط سالید رو انتخاب میکنیم خب وقتی سالید رو انتخاب میکنید فقط به عنوان جیامتری خودش متوجه میشه که احتمالا میخواید ناحیه سیالی رو کپ بکنید و این گزینه رو گذاشته روی یس کپ کردن یعنی میخواید ناحیه سیالی رو اکسترکت بکنید پس این روی یس قرار میگیره میپرسه که آیا تمایل دارید اینترفیس های فلوید به فلوید رو به اینترنال تغییر بدم یا از نوع وال به اینترنال تغییر بدم ببینید ممکن هست شما در ناحیه شبیه سازیتون دو یا چند ناحیه سیالی داشته باشید یا دو یا چند سیال با هم در واقع قرار باشه واکنش بدن یا حتی مثلا با هم ترکیب بشن به این صورت ممکن هست که شما اینها رو مرز بینشون اعمال کرده باشید به عنوان دیوار در مفصل میپرسه که آیا این دیوار رو تبدیل بکنم به مرز داخلی که خب ما اینجا فقط یک سیال و یک ناحیه سیالی داریم برای همین این رو روی نو قرار میدیم شیر توپولوژی هم که برای ما اینجا نیاز نیست چون وجود نداره پس describe جیامتری رو میزنم بعد از اینکه این, این گزینه رو زدید یک گزینه یک ابزار جدید اینجا معرفی میشه که اولین بار شما میبینید Enclose Fluid Regions میخوایم که کپینگ رو انجام بدیم خب برای اینکه ناحیه سیالی رو اکسترکت بکنیم همونطور که میبینید انگار دستتون رو میذارید دو طرف یعنی فرض کنید یه ناحیه هست یک لوله خالی رو در نظر بگیرید بخواید ناحیه سیالیش رو مشخص بکنید کپ بکنید چیکار میکنید دستتون رو دوتا دستتون رو از دو سمت لوله فشار بدید انگار کل سیال حبس میشه داخل لوله دیگه درسته پوسته که نمیتونه سیال بیرون بده دو طرف دستاتون رو بذارید سیال نمیتونه به بیرون در واقع درز بکنه یعنی دو طرفش رو ببندید دیگه اون سیال حبس میشه اینجا همین کاره پوسته رو داریم این قسمت رو دستمون رو بزنیم و چارتای خروجی رو پوشش بدیم کپ میشه و سیار، اون حجمش مشخص میشه اینجا هم همین کاره خب پس من شبکه رو زدم دقت بکنید شبکه سطحی که در افزار فلنت مشینگ اعمال میکنه همواره شبکه سطحی رو در واقع تتراهدرال میزنه همواره به این صورت هستش بعدا هستش که ممکنه شما نوع شبکه رو عوض بکنید بر حال من خب یه این لت تعریف کردم و آدت ها رو تعریف کردم نوع شبکه ناحیه‌ای که میخوام انتخاب بکنم ولاستی اینلت یا ورودی سرعت هست تایپش پس میشه ولاستی اینلت از کجا میخوام این کار رو انجام بده از طریق اینلت دقت بکنید به لحاظ سیالی در واقع اینلت ما کجا خواهد بود این قسمت هستش درسته ولی من اینجا رو به عنوان اینلت معرفی کردم شما وقتی میخواید یک ناحیه ای رو کپ بکنید مرز همسطح اون در جامد رو انتخاب میکنید اگرچه ورودی سیال این قسمت هست این قسمت خالی ولی ما اینجا رو به عنوان اینلت تعریف کردیم چون همسط هست با در واقع خود اون ناحیه اینلت و خود نرم افزار به صورت هوشمند متوجه خواهد شد پس اینجا رو اینلت معرفی کردم کرییت کپ رو میزنم